سلام، امیدوارم که خوب باشین. امروز قراره توی این ویدیو با هم ببینیم اگر من قرار بود دوباره عروس بشم موها چی کار میکردم. 5 سال پیش من برای عکاسی موهام باز بود. اگر قرار بود امروز هم دوباره موهای باز رو انتخاب کنم برای عکاسی، دیگه فرفری انتخاب نمیکردم. موی صاف با تور پفدار هم صورتم رو لاغرتر میکنه، هم به نظرم خیلی شیک و عروسیه. اما قراره من موهام رو جمع بکنم و تور پفدارم رو بذارم روی سرم. دوباره انتخابم بدون تاج بودنه، البته اگر ایرزا منو نکشه، چون دفعه پیشم تاج نذاشتم. این دفعه چون توپلترم موهامو فقط وسط باز میکنم، خیلی هم فرفری نمیکنم و بالا نمیزنم که صورتم خیلی کشیده به نظر نرسه. و بریم ببینیم موهامو چیکار میکنم. اول از همه حدوداً 4 انگشت از جلوی سرم به سمت عقب جدا میکنم و فرق وسطمو باز میکنم. بقیه موهامو دقیقاً جایی که میخوام شینیونمو اجرا بکنم بالا مرتب و تمیز شونه میکشم و با کش میبندمش. به کمک هرسپری شماره 1 اوسیس و شونه قشنگ وزیای اطراف سرمو میگیرم و بالای سرمو همینجوری که میبینین با دست موها رو میکشم بیرون که یک کم پفدار بایسته. حالا موهایی که از کش اومده بیرون رو لایه لایه پوش میدم و برای اینکه حجم بیشتری بگیره و بهتر و پفدارتر وایسته از اسپری ولوماپ اوسیس استفاده میکنم. روی کارم رو تمیز میکنم و وز پوشا رو میگیرم. دستم رو میذارم زیر موها و موها رو هل میدم به سمت بالا که حالت بوکل وایسته و با چند تا سنجاق این حالت رو نگه میدارم و حفظش میکنم. با شونه چنگالی روش رو تمیز میکنم و یکم شلش میکنم. دنباله موهارم کامل شونه میکنم که بدون گره و تمیز باشه. دقیقا از جایی که بوکلم تموم میشه میگیرم تو دستم و یه نیم پیچ میدمش و بعد برش میگردونم روی بوکلم. دقت کنین انگشتم و اونجا حائل میکنم که فرمش به هم نریزه. بعد شروع میکنم با سنجاق فیکسش میکنم. هر جاشو که دلم بخواد یکم ارتفاع بهش میدم یا میخوابونم. هر جا رو که لازم میبینم یه مقدار ترتمیز میکنم و فیکسش میکنم. حالا نوبت جلوی موهامه. هر دو طرف رو با بابلیس فر درشت میکنم. اصلا نمیخوام فرفری باشه، ولی فر کردن هم کمکم میکنه که موهام خوشحالت تر وایسته، همین که سفتر سر جاش بمونه. با یکم پوش دادم به جلوی موهام حج میدم، ولی بعدش دوباره شونه میکشم و مرتبشون میکنم. شما میتونین یک باره همه موتون رو جمع کنین بالا یا مثل من دسته دسته. مهم اینه که یه دمو اولش برین جاشو پیدا کنین بعد سنجاق بزنین. من برای اینکه صورتم باریکتر دیده بشه و حالا چون دوست دارم یه مقدار زیادی از چتریمو دور صورتم میریزم.
تیکه های آویز جلوی سرتون رو همینجوری رها نکنین، روشون وقت بذارین، ریشش رو پوش بدین، بهشون حالت دلخواهتون رو بدین که خوشگل وایسته. من انتخابم تور پفدار روی شینیون بود، اما شما میتونین تورتون رو زیر شینیون هم بزنین.